ببینید دیگه، محتوا چرت و پرته دیگه. اگه بخواد یه محتوای چرت و پرت روی تو تأثیری بذاره، خودتون رو بازی این ویدیوها ندید. میبینید واسه چیزای خیلی بدم ازشون استفاده میکنم. من خیلی سپاس. سلام رفقا، به کانال ایران عواشی خیلی خوش اومدین. امروز با اخبار و عواشی اخیر در خدمت شما ایم. گلایه های جنجالی ربکا قادری از بلایند دیت هایی که این روزا وینی و بقیه میسازن و صحبت های جنجالی راجع به فیلم سوپر لو رفته از وینی. امروز اومدیم این قضیه رو دنبال کنیم. پس لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب ازمون حمایت کنید و کمی انرژی بدید. راستی زنگوله رو یادت نره بزنی تا اولین نفر از اخبار و حواشی ها با خبر بشی. بلایند دیت موضوعیه که جدیداً واقعاً ترند شده و ترکونده رسماً. خیلی از کانال‌ها بلایند دیت می‌سازن، اما وینی بود که باعث شد این موضوع تو اینترنت بترکه. اما خب بلایند دیت‌ها یه سری ضعف هم دارن، مثلا اینکه ربکا زیادی از این موضوع راضی نیستش. بذارید یه نمونه نشونتون بدم. قدت بلنده؟ نه. خب خدافظ. این یعنی چی که مثلا دختر قد بلند و چیز دیگه از من بلندتر بشه دیگه؟ چندی؟ من 1.68 هستم. 1.68؟ آره. دستش 69؟ نه من 1.65. چندی؟ 64. شایدم 3. خیلی بچه ها، خیلی نرد شدم. ده همین چی به قد نیست. چرا؟ دیگه بعد یه سر و گردن زد بلندتر باشه دیگه. بعضی از دختره این شکلی دوست دارن دیگه. آره ما به نظرشون احترام میذاریم. ربکا قادری به خاطر این بی احترامی ها که بعضی زوجای بلایند دیت به هم دیگه میکنن و روی جامعه تاثیر بدی میذاره، میگیره روی این موضوع و محتوایی که تولید میشه و سازنده هاش. و خیلی از طرفدارای وینی برداشت کردن که منظور ربکا وینیه که ما نه رد میکنیم نه تایید. قضاوت با خود شما هست. یه خبر خیلی مهم دارم براتون. جدیدن شرکت هنروپی نیروی پشتیبانی استخدام میکنه به صورت تمام وقت و حضوری در تهران. اگه حس میکنی که میتونی در زمینه پشتیبانی یوتیوب و یوتیوبرها کمک کنی، از طریق لینک دیسکریپشن اقدام کن و رزومت رو برای هنروپی ارسال کن. تنها شرطی که داره اینه که حداقل 18 سالت باشه و با یوتیوب آشنایی داشته باشی و به زبان انگلیسی مسلط باشی. حالا بریم حرفای ربکا رو بشنویم و بعد بریم سراغ حرفای تقریبا مستقیمش راجع به فیلم لو رفته از وینی، که البته وینی تو آخرین توضیحاتش گفت اون فیلم من نیست. اگه ندیدی این بالا میاد میتونی بری کامل ببینی. از بس که توی اینستاگرام ویدیوهای چرت و پرت میسازن. اون روز توی اینستاگرام نشستم نگاه کنم اونم یه دختر پسره نمیشه، من مصاحبه میکردم چی بود که نمیدونم دختره پسره میسازن. قدت چنده؟ قدت بلنده یا کوتاه؟ دقیق یادم نیست. مثلا اگه قد پسره کوتاه بود و دختره مثلا اینجوری کرد که وای کنسلی تو، مثلا همچین چیزی یادم نیست. میگم حتما حالت تو گرفتم از دختره. واقعا اینجوری بودم که اصلا چه محتوای مزخرفی، اصلا چه حرفیه تو داری به طرف میزنی؟ اصلا میدونید اینقدر که یه سری ها پسر حتما باید قد بلند باشه، پسر حتما باید قد بلند باشه، ولی بزنه دهنمو سرویس کنه اوکیه، قدش بلند باشه ولی دهنمو سرویس کنه. والا بابا یکی رو پیدا کنید، انسان باشه، آدم باشه، بهتون حس خوب بده، دوستتون داشته باشه. نه بابا ول کنید واقعا، به قول اون دوستمون این اولویت های بی خودو. اصلا یه مش محتوای چرت و پرت واقعا. میدونم پسرهای قد بلند خیلی جذابن، دخترهای اینجوری خیلی مهتابن، محتوا ندارن، میشینن چرت و پرت میسازن واسه خودشون. بشین که شده اینا اولویت بابا، به خدا چهار تا بشینن اینا که اینجور محتوا رو میسازن، زن پیجشون راجبه ایناست، بشینن راجبه واقعا درست بودن صحبت کنم، بشینن چهار تا راجب انسان بودن، شخصیت، نمیدونم واقعا دهن همدیگر رو سرویس نکنید، واقعا خیانت نکنید، این کار رو نکنید، آدم درستی باشید، موفقیت بخواید مثلا، چهار تا راجب چیز صحبت کنید. هر روز چرت و پرت تر از دیروز. نمیدونم پوست باید حتما اینجوری باشه درخششش، اگه درخششش اونجوری باشه پوست نیست. ول کنید بابا تو رو خدا. یعنی شماها دیگه به نظر من خودتون رو بازی این ویدیوها ندید. ببینید رچه منم به چشم میخوره دیگه، مگه میشه به چشم من نخوره؟ منم به چشم میخوره و واقعا حالت تعوا میگیرم اینجوری بهتون میگم، ولی خودم اذیت نمیکنم بابا. کی شده این چیزا ملاک؟ واقعا به خدا چهار تا آدم حساب اینجا رو ملاک نمیدونن به خدا. ببین ما که نمیتونیم بریم جلوی انتشار این ویدیوها رو بگیریم یا بریم با کسایی که این ویدیوها رو میسازن اصلا دعوا بکنیم.
مثلا به طرفم بریم واسه شو کامنت هم بذاریم، میگیم چه محتوای چرتی براش کامنت محسوب میشه، مثلا یارو عشق هم میکنه میگه ایول کامنت هم مثلا از 402 شد 403. اینو میخوام بهتون بگم، خودتون ذهنتون رو قوی بکنید دیگه، ببینید دیگه محتوا چرت و پرته دیگه. اگه بخواد این محتوای چرت و پرت روی تو تأثیری بذاره، پس دیگه میدونی داری به خودت توهین میکنی دیگه. سعی کنید به خودتون توهین نکنید، به مغز و شعورتون توهین نکنید. و واقعا یه سری وقتا میگم مقایسه کردن خودتون با عکسای اینستاگرام، یا بخواین خودتون رو با این ویدیوهای چرت و پرت واقعا مثلا خودتون اذیت بکنید، بس دیگه واقعا مشکلی توی که نمیخوای بفهمی دیگه، میدونی اینجا میخوای نفهمی. یه دوست عزیزی الان اومده گفته که شما که میگی مثلا معیار قدیم ویدیوش مثلا تو اینستاگرام بی محتواست، تو خودت کلی مثلا ویدیو داری مثلا چاینا تو لف و یه سر ویدیو چیز داری که واقعا محتوایی نداره و اینا، چرا داری مثلا نقد میکنی همچین چیزی رو؟ ببین دوست عزیز، اول از اینکه امیدوارم که ما همیشه سعی بکنیم تو زندگیمون نسبت به هر مسئله گارد نگیریم، چون من واقعا دارم راجع به موضوعی صحبت میکنم که کاملا منطقیه و اصلا گارد گرفتن نداره و این خیلی مسئله بدیه که تا یه نفر یه حرفی رو میزنه ما سریعا میخوایم یه مقایسه ای انجام بدیم یا ببینیم اصلا طرف ویدیو گذاشته که مثلا محتوا داشته باشه. حداقلش اینه که ما نیایم با چیزهای ظاهری که آدم ها میتونن داشته باشن و راجبش ناراحت بشن، چون به هر حال سر چیزها واقعا ما نه راجب صورتمون نه قدمون نه هیچ کدوم از اینا واقعا نه انتخابی کردیم نه نظری دادیم راجبش، چیزی بوده که شکل گرفته، اصلا کاری واقعا به عملهای زیبایی و اینا ندارم، اینا رو بذارید کنار کلا. میدونید وقتی با اینا شوخی میشه یا راجع به اینا هی بحث میشه، ویدیو ساخته میشه، ناخودآگاه آدم فکر میکنه ای واقعا معیار اینه، و میدونید خیلی ها به اعتماد به نفسشون ضربه میخوره و اتفاقا گفتن اینا خیلی قشنگه و بذارید آدم ها این حرفا رو بزنن، اینقدر گارد نداشته باشین. حداقلش اینه که اگر ویدیوی آدم درست میکنه اصلا ما بگیم بی محتوا، حداقلش اینه که هر چند دقیقه سر یه نفر گرم میشه، یه لبخندی به اون آدم رو صورت اون آدم آورده میشه و هیچ توهینی به اون آدم نمیشه و هیچ چیزی از اون آدم کسر نمیشه. تمام حرف من اینه، میدونید بحث من این نیست که چرا هر کس مثلا ویدیو درست میکنه بعد محتوای 100% داشته باشه. من دارم میگم ویدیوی چرت و پرت درست نکنید که به میدونید ظاهر آدم ها توهین بشه. یه سری چیزا معیار شده که واقعا اصلا زشته، اصلا کی شده اینا معیار؟ واقعا ربکا قادری به فیلمی که از وینی پخش شد اینطوری واکنش نشون میده و میگه که با هوش مصنوعی ساخته شده. دقیقا خیلی چیز ترسناکیه. اتفاقا من اون روز خودم هم استوری کردم، حالا راجع به این قضیه نبود، دیدم که چقدر میدونید این تکنولوژی که داره پیشرفت میکنه من چقدر بدم میاد. نمیدونم چجوری بهتون بگم، انگار زندگی ها داره از میدونی همه چی میفته دیگه. به نظرم خیلی ترسناکه تا مثلا بگیم با چه خفن، بیشتر ترسناک داره میشه انقدر دیگه پیشرفته تکنولوژی ها و واقعا آدم ها میبینید واسه چیزهای خیلی بدم ازشون استفاده میکنن و خیلی بدی. نظرتون راجع به این قضایا چیه؟